عناوین اصلی: ادامه پیشروی روسیه در منطقه دونتسک. بورل: بدون حمایت غرب جنگ اوکراین متوقف می شود. هشدار لاوروف به غرب درباره پایان ندادن به جنگ اوکراین. افشاگری روسیه درباره حملات اوکراین به زیرساخت‌های غیر نظامی روسیه. اولین واکنش سپاه پاسداران به خبر وضعیت سلامتی سردار قاهانی. و صدر اعظم آلمان از ایران و حزب الله خواست به حملات به اسرائیل پایان دهند. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که گروه جنگی موسوم به تی‌سنتر روسیه کنترل روستای گرودوفکا در دونتسک را به دست گرفتند. بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، تلفات نیروهای اوکراینی طی شبانه روز گذشته به 1635 نفر رسیده است. بورل: بدون حمایت غرب جنگ اوکراین متوقف می شود. جوزف بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در مصاحبه با یک روزنامه اسپانیایی گفت بسیاری می خواهند که جنگ هرچه زودتر پایان بیابد. اگر حمایت از اوکراین را متوقف کنیم، جنگ ظرف 15 روز به پایان می رسد و پوتین رئیس جمهور روسیه به اهداف خود خواهد رسید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که اروپا و غرب به دلیل مسائل امنیتی خواهان چنین رخدادی نیستند و به حمایت از اوکراین ادامه می دهند. هشدار لاوروف به غرب درباره پایان ندادن به جنگ اوکراین. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی مصاحبه اختصاصی با نشریه نیوزویک بیان کرد کرملین طرح کارآمدی را برای پایان خونریزی و بازسازی معماری امنیتی قاره اروپا ارائه کرده است و اگر ایالات متحده به جای حمایت از این طرح جهت حل و فصل بحران اوکراین حمایت نکند و در عوض به ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین ادامه دهد، با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد. وزیر خارجه روسیه ضمن آنکه ائتلاف ناتو تحت رهبری آمریکا را به کاشت بذر جنگ اوکراین برای اولین بار در یک دهه پیش و شعله ور ساختن این جنگ متهم کرد، گفت روسیه از راه حل سیاسی و دیپلماتیکی که بتواند ریشه های این بحران را از بین ببرد استقبال می‌کند. این راه حل به جای دستیابی به آتش بس باید هدفی مبنی بر پایان دادن به درگیری را دنبال کند. افشاگری روسیه درباره حملات اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه. سرگئی ناریشکین مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه در سخنانی اعلام کرد که بر اساس گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه، از همان ابتدای عملیات نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا اطلاعاتی را برای حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه به کیف منتقل می‌کرده است. ناریشکین افزود که آمریکا و ناتو خط مشی جنایتکاران کیف را نادیده می‌گیرند و مسئولیتی برای خود در قبال مرگ مردم و تخریب زیرساخت‌های روسیه نمی‌بینند. ناریشکین گفت بر اساس اطلاعات موجود در سرویس اطلاعات خارجی روسیه، طرح حمله تروریستی به منطقه کورسک شامل تصرف و استخراج نیروگاه هسته‌ای کورسک روسیه بوده است. اگر کیف موفق به تصرف نیروگاه شود، اروپا با یک فاجعه زیست‌محیطی و انسانی مشابه چرنوبیل مواجه خواهد شد. او در پایان تصریح کرد که زلنسکی هیچ شانسی برای دستیابی به موفقیت استراتژیک ندارد. او حملات تروریستی را در روسیه به امید بی‌ثبات کردن جامعه سازماندهی می‌کند. اوکراین و متولیان غربی آن یک جنگ تروریستی واقعی را علیه روسیه و مردم آن به راه انداختند. اولین واکنش سپاه پاسداران به خبر وضعیت سلامتی سردار قاهانی. ایرج مسجدی معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه گفت که حال سردار قاهانی خوب است و مشغول فعالیت هستند. معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه که امروز در همایش تجلیل از موکبداران و خادمان اربعین حسینی صحبت میکرد گفت بسیاری از ما میپرسند که سردار قاهانی چه شد. ایشان در صحت و سلامت است و مشغول فعالیت هستند. برخی میگویند که بیانیه بدهید. چرا بیانیه؟ نیازی نیست چنین اقدامی انجام شود. پیش از این رویترز به نقل از دو مقام ارشد امنیتی ایران گزارش داده بود که از سرنوشت اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه خبری در دست نیست. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی از وضعیت و موقعیت اسماعیل قاهانی و هاشم صفی‌الدین از مقام‌های ارشد حزب‌الله که از او به عنوان نامزد اصلی جانشین سید حسن نصرالله یاد می‌شود مطرح شده است. و صدر اعظم آلمان از ایران و حزب الله خواست به حملات به اسرائیل پایان دهد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان همزمان با سالگرد 7 اکتبر بار دیگر از اسرائیل حمایت کرد و از ایران و حزب الله خواست به حملات خود به اسرائیل و تشدید تنش در منطقه پایان دهند.
شولتز گفت که در کنار مردم اسرائیل ایستاده است و در وحشت، درد و غم و اندوه آنها شریک است. او با تاکید بر ضرورت مبارزه با حماس به درد و رنج فلسطینی‌ها در غزه اشاره کرد. صدر اعظم آلمان راه حل دو کشوری را تنها راه برای پیشرفت سیاسی در منطقه دانست. او گفت که دولت آلمان برای آزادی گروگان‌ها و به عنوان یک راه حل سیاسی خواستار آتش بس است، حتی امروز که دور از دسترس‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً جهت حمایت از ما ویدیو رو لایک فرمایید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.